الهه سرور آوازخوان جوان افغان که چند سال پیش با ظهور در برنامه تلویزیونی ستاره افغان در تلویزیون طلوع در کابل و حذف نابهنگامش در رقابت‌های یک بر هشتم همین برنامه، غوغای از واکنش‌های مثبت و منفی و چه بسا متناقض را درباره شجاعت هنری و آواز استثنایی‌اش برانگیخته بود، شنبه آینده چهارم ماه جون کنسرتی را در شهر کوپنهاگ در دانمارک اجرا خواهد کرد. در این کنسرت که به دعوت انجمن کاتب برگزار می‌گردد، استاد غضنفر علی آوازخوان دیگر افغان الهه سرور را همراهی می‌کند. این اولین بار است که الهه سرور بعد از تنظیم آلبوم سنگسار که بخشای از آن را در ابتدای برنامه شنیدید روی صحنه برای علاقمندانش آواز می‌خواند. فیروز فرزاد سخنگوی انجمن کاتب درباره برگزاری این کنسرت در دانمارک می‌گوید: ما در قدم اول خدمت شما آقای واسه محسین و تمام شنونده عزیز رادیو بنالی فرانسه سلام و درود میفرستم و بعد خدمت شما عرض کنم که اگر هنرمندای جوان ما که داخل افغانستان زمینه های مناسب برایش وجود نداره یا برایش میسر نیست، خوب است که ما در بیرون از افغانستان، بیرون از مرزهای افغانستان بتونیم زمینه ساز اجرای برنامه هنری فرهنگی نا باشیم که یک مقدار هم تشویق شوه و هم ما تانسته باشیم سهم خود و مسئولیت خود ادا کنیم. انجمن فرهنگی کاتب یک نهاد فرهنگی است که در دانمارک موقعیت داره و معمولا در برگزاری مراسم ملی و مسائل فرهنگی هنری نقش فعال داره و حداقل تلاشی داره که هماکنون و هم در آینده بتونه که حداقل زمینه ساز و سپورت کننده خوبی هنرمندا باشه. کدام هنرمندا و یا کیها خانم الهه سرور در این کنسرت در کوپنهاگ همراهی میکنند؟ ما یکی از استادایی را که نامش زیاد مشهور نیست ولی خودش آدم فوق العاده زبردست و توانا هست و نام استاد غضنفر علی از پاکستان دعوت شده همراهیش که اونا البته به عنوان آوازخوان که اونا هم در کنار خانم الهه سرور آواز میخونه و در واقع خودش آوازخوان برنامه هست، ایشان آهنگساز و آوازخوان و کمپوزر هم هست و ما سه هنرمندی دیگر از خود دانمارک البته دعوت کردیم و در کنارش آقای فرزاد حبیب هم از کانادا تشریف آورده که کیبورد مینوازه. فکر میکنم که امی تیم یک تیم کافی است. آقای فرزاد، شما هن اشاره کردین که گویا برای خانم الهه سرور و یا کسای امثال ایشان در افغانستان زمینه کنسرت و یا تبارز استعدادشان وجود نداره. منظور شما مشخصا از این مسئله چی هست؟ باید خدمت درست کرد که در افغانستان با کمال تأسف تا هنوز فرهنگ تحمل و بردباری وجود نداره، یک مسئله. و مسئله دیگه است که با کمال تأسف هنوز در سطوح مختلف من فکر میکنم که زمینه ها بسیار سخت است و موانع بسیار زیادی پیش پا میآید و وجود داره که نشان دهنده تبعیض و تعصب هست در افغانستان. و خانم الهه سرور به عنوان یک دختر جوان هنرمند و به نمایندگی از قشر زنای افغانستان وقتی در عرصه ملی تظاهر میکنه، طبعا با چالش های بسیار زیادی مواجه میشه. در قدم اول خب زن بودنش خودش یک چالش هست در جامعه سنتی افغانستان و با کمال تاسف باید گفت که به نحو هزاره بودنش چالش دیگی هست، مهاجر بودنش که لهجه طبعا غیر محلی داشته و طبعا دوران کودکی رو در کشورهای همسایه به سر برده، خودش متاسفانه یک زمینه دیگه شده که امیرم مثلا بعضی از هموطنای ما به عنوان یک نکته ضعف بگیرن و ایرم مثلا علیهش استفاده کنن. اینا نکته دیگه هست و در کنارش من فکر میکنم در اون جامعه سنتی تا هنوز زمینه باز و مناسب برای حضور زن، برای حضور هنرمند و برای حضور نسل جوان در عرصه ملی وجود نداره. به او خاطر من فکر میکنم که این وظیفه هموطنای افغانستانی ما که در اروپا و بیرون از افغانستان زندگی میکنه هست که اینا هنرمندای خود که داخل افغانستان است اینا رو تشویق کنن و من فکر میکنم هنوز در افغانستان یک پلتفرم مناسب وجود نداره که در اونجا هنرمندای ما تشویق شوه و این تشویق بدون تعصب و تبعیض باشه. آقای فرزاد، اگر اتر در نظر بگیرن که خانم الهه سرور در افغانستان امروز تنها زن نیستن که به سوی هنر روی آوردن و آوازخوانی میکنن، از جانب دیگر تعداد زیاد از هنرمندای افغان در بیرون از افغانستان زندگی کردن در طول سالهای اخیر در مهاجرت، چرا تنها باید الهه سرور مورد بی‌توجهی قرار بگیره؟ طبعا هنرمندای زیادی ما داریم که در بیرون از افغانستان بودن و فعلا داخل افغانستان حضور دارن، اما اینکه مسئله الهه سرور ما مطرح کردیم به این معنا نیست که فقط تنها شخص الهه سرور مورد مثلا تبعیض قرار گرفته، نه، اصلا حرفی نیست. فکر میکنم حرف اساسی اینجا هست که الهه سرور یک نمونه از نمونه های زیادی در داخل افغانستان است.
یعنی ما فکر میکنم یک هنرمند از جمع هنرمندا هست که ما حداقل در توان خود تانسته میشونه به عنوان یک زن افغانستانی، یک دختر افغانستانی و یک هنرمند افغانستانی تشویق کنیم. ما فکر میکنم الهه سرور یک مقدار استثناءاتی داره نظر به هنرمندای دیگه ما که در داخل افغانستان هست. حالا چی زن هست و چی مرد هست. پیشترم یادآوری کردم که الهه سرور ما فکر میکنم شاید فشارهای زیاد را متحمل شدن به خاطر هنرش، یعنی از طرف کسایی شاید تهدید شدن و حتی ما فکر میکنم در سطح استیج هم یک مقدار به یک شکلی توهین شدن و پشتوانی زیادم خلاصا نداشتن در داخل و فکر میکنم موانعی را که الهه سرور پیش رو داشتن شاید کسای دیگه نداشتن. آقای فرزاد، به نظر میرسه که خانم الهه سرور در عرصه هنر و آوازخوانی دچار همو واکنش های متضاد و بعضا بی‌رحمانه شدن که ملاله جویا نماینده سابق پارلمان افغانستان در عرصه سیاسی با او روبرو بود. در درون خود قوم هزاره هم نسبت به الهه سرور واکنش های بسیار مثبت وجود نداشته. شما این مسئله رو چطور توضیح میدین؟ ما بالکل تایید میکنیم مسئله را. اگرچه من فکر میکنم شایسته نیست که ما در درون افغانستان مسئله اقوام مطرح کنیم، ولی به عنوان یک فاکتور حقیقی نمیشم نادیده بگیریم. با کمال تاسف هرچند در داخل افغانستان فعلا از سیاست تا هنر و از هنر تا هر مسئله دیگه قوم محور است و من فکر میکنم طبقه محور است و طبعا الهه سرور آنگونه که باید انتظار میرفت حداقل از طرف قوم مربوط منسوب به خودش تا جایی باید سپورت میشد، ولی فکر میکنم که به او خاطر میگم که الهه سرور قربانی به اصطلاح سنت ها و باورهای جاهلانه مردم خود هم شد. طبعا کسای زیادی هنوز در درون مردم ما و در درون ملت افغانستان وجود داره که حضور یک زن، حضور یک هنرمند در عرصه ملی به عنوان یک گناه تلقی میکنه و فکر میکنم از امو دیدگاه سنتی و تنگ خود که اینا را قضاوت میکنه طبعا اینا مؤثر میشه. الهه سرور طبعا از این ناحیه هم دچار مشکلات زیادی شده. خانم الهه سرور تا هنوز در افغانستان برنامه اجرا نکردند. آیا در سفرشان به دنمارک و برای کنسرتشان از جانب کدام نهاد یا کدام مؤسسه و یا مراجع رسمی در افغانستان کمک و یا اسپانسر صورت گرفته؟ البته نه خیر. اسپانسر برنامه صرف شخص آقای قاسم جاوید است که ایشان یک شخصیت هنرپرور و هنردوست است، یک شخصیت دلسوز ملی است و در حد توان شخصی خودش تا هنوز که تانسته تلاش زیاد ورزیده برای اینکه زمینه هنرنمایی هنرمندا را مساعد بسازه. اسپانسر برنامه شخصا شخص آقای قاسم جاوید از استرالیا است و انجمن فرهنگی کاتی فقط ارگانایزر برنامه هست و ما متاسفانه یا خوشبختانه بگویم از هیچ نهاد دیگه هیچ نوع کمک را دریافت نکردیم و کدام کمک در این مسئله از طرف نهاد دیگه نشده. البته انجمن فرهنگی کاتیف سالون بسیار کلان را مد نظر گرفته که ظرفیت بیش از 2,900 نفر داره و یکی از کلانترین سالن های هنر و موسیقی در شهر کوپنهاگن پایتخت دانمارک هست. همین اکنون دوستای زیادی از کشورهای مختلف از سویدن، نروژ و آلمان تماس میگیرن و علاقمند ازی هستن که در کنسرت بین شرکت کنن. امی که ما تانستیم هنرمندای عزیز خود از افغانستان و پاکستان دعوت کنیم که اینجا تشریف بیارن، در واقع این یک گام نخست است برای اینکه ما امی فرهنگ هنرستایی را رایج کنیم در بیرون از مرزهای افغانستان. یعنی کم کم انجمنا و نهادهای فرهنگی دیگه هم متوجه شوند و زمینه را مساعد کنند برای اینکه عزیزای ما بتوانند اینجا هم کنسرت داشته باشند و حداقل در یک فضای نسبتاً بازتر بتوانند که هنرنمایی کنند و ما هم استفاده کنیم. آقای فرزاد، از شما سپاسگزار هستم. Your
که بود.